سلام، من فریور حمزه‌ای هستم و این سومین قسمت فریشوه. امروز میخوایم برنامه‌مون رو با ژاپن شروع کنیم، راجع به نقاشیش سومی آب مرکب و اینکه اینا هنوز معبداشون رو دارن و اینا که ما چرا نداریم. اینا خودش بحث جداییه. شما وقتی میری اونجا مثلا به عنوان شاگرد پذیرفته میشی، به شما یه سری چیزا میگن، مثل دایره، مثل بادمجون، مثل سیب، مثلا سری اشیاء ساده که با دو حرکت اکثرا که شما اینا رو هی تکرار کن. بعد این تکراره دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که شما هی دستت قوی میشه، یعنی فنت قوی میشه. مثل اینکه همه استادا میگن دائم طراحی کنید، حتی مثلا در عالی ترین شرایط هنری هم که فکر میکنی به سر میبری، باز طراحی کن تا میتونید دست بکشید، از دست کشیدن دست نکشید. یکی از ضرب المثل های معروف من اینه که مثلا برای اینکه یاد بگیرید طراحی کنید، باید بتونید دستتون رو خوب بکشید. دست خیلی طراحیش مشکله. و بعد یکی از شعارهای من این بوده، تا میتونید دست بکشید، از دست کشیدن دست نکشید. یه بحثش این بود که ما بتونیم طراح خوبی باشیم، دستمون قوی باشه. یه بحثش اینه که ما به خودمون نزدیک بشیم. از نظر علمی این که به ضمیر ناخودآگاهت نزدیک بشی، کارایی که به واسطه ضمیر ناخودآگاه آدم انجام میشه خود کارن. مثال عملیش اینطوری میشه: شما میشینی تو یه روز 700 تا دونه سی با دو خط میکشی، بعد میبری اینا رو به استاد نشون میدی. استاد از این 700 تا هی داره نگاه میکنه، دوتاشو میذاره کنار. اون دوتا اصلا سی بند و یه نکته مهم اینه که اصلا یادت نمیاد اون دوتا رو کی کشیدی. اون دقیقا لحظه ایه که کنترل بدن تو به دست ضمیر ناخودآگاهت میفته. دقیقا لحظه ایه که زمان بر تو نمیگذره. دقیقا لحظه ایه که داری یک چیز عرفانی رو تجربه میکنی. ببین، جکسون پولاک هم میگه من خیلی موقعها بعد از اینکه نقاشیم تموم میشه با نقاشیم مواجه میشم. یعنی اون لحظه دقیقا یادش نمیاد. یا مثلا پیکاسو به خنده، حتی ببین اون چقدر مسلطه به این موضوع، الکی نیست که پیکاسو میگه که ما نقاشا این گیاه میمونیم، وقتی تو آتلیه ایم نمیدونیم چطور زمان میگذره. یعنی اصلا از اون زندگی، مسیر زندگی خارج میشه. در نهایت صداقت با خودشه. مثل نقاشی بچه ها، اگه بهشون یاد ندیم چیکار کنن، اگه بهشون نگیم خود خودشو بکشه، اون با چند تا خط قشنگ میتونی پدر رو توش احساس کنی. این درست اتفاقیه که همین امروز تو خونه های ما میفته. بچه قبل از 5 ساله اینجوریه، یعنی همه چیزو ذهنی میبینه. خطی رو میکشه اونجا، مثلا فرض کنید توی 2 سالگی میکشه، میگه این چیه؟ میگه مامانه. بعد تو میگی پس کو چشش؟ تموم شد. برای که اون مثلا چش نیست، اون حسشه به مامان. کما اینکه اگه به جای این کار بگی بابا کو، اگه بابا سفر باشه بابا رو اون گوشه میکشه. موضوع از این قراره که این تکرار تو کار خیلی از نقاشا یه حکم اساسی داره و برای خیلی ها اینی که تو وارد عرفان بشی. مثل تسبیح زدنه به معنای درستش. یعنی تو یک چیزی رو هی تکرار میکنی، هی بیشتر میفهمی. یه نمونه بارزش جورج موراندیه. جورج موراندی همه عمرش طبیعت بیجان کشید و اکثرا بطری، اما این بطری ها این نبود که این با اون بطری ها معروف شده و اینها. بحث ما اینه که این با اون بطری ها داره خودش رو میشناسه، اون با اون بطری ها داره به درون خودش پی میبره. بحث ما از اینجا شروع میشه. چرا یه سری نقاش داریم ما تو ایران که تعدادشون هم زیاده، مخصوصا تو این 12-13 سال اخیر که تکرارشون دیگه خیلی بیش از حده. یعنی همش دارن یه سری چیز رو میکشن، یا بهتر از واژه تولید میکنند استفاده کنیم. اینا دارن یه سری چیز تولید میکنن. ببینید یه مثال میزنم. یه کارخونه چیپس. کارخونه چیپس مثلا 3 مدل چیپس داره: ساده و نمکی و فلان.
بعد این همیشه داره اینا رو تولید میکنه، از این 100,000 تا، از اون 500,000 تا، از اون 1,000,000 تا در روز. هر اتفاقی هم بیرون بیفته به غیر از مسائل اقتصادی که بخواد اینا تعطیل بکنه و فلان، اینا کاری نداریم، این کار خودشو انجام میده. اگه بم زلزله بیاد 45,000 نفر بمیرن، کارخونه چیپس کار خودشو میکنه. اگه بچه های مدرسه درودزن آتیش گرفتن، کارخونه چیپس کار خودشو میکنه. متاسفانه یه جمع کثیری از نقاشای ایرانی اینطوری شدن، تولید میکنن. و باید دید که چرا؟ خیلی جواب براش وجود داره، ولی مهمترین جواب مسئله مالیه. ببینید، نقاشه یه سری کار کرده، بعد اونو با اون شناختن. یک گالری دار یا یه سری آرت دیلر، یعنی کسی که کاسبیه، این کار رو انجام میده. چون به معنی واقعیش این چیزی نیست که من الان دارم تو جامعه هم میبینم. میاد میگه آه این کارا خوبه، بعد اینو میخواد اونو میخواد. بعد مثلا یه نقاشه که مثلا اسب میکشه، یه سری نوشته میاره، بعد یه سری گنبد هم میکشه، خب؟ بعد اینا رو میخواد تو کار این. میگه آره دیگه مثلا. حالا ممکنه یه سری چیز قرمزتر باشه، اونا رو بیاره این ورتر، اینا رو ببره اون ورتر و اینا، هموناست. هموناست. بعد اون گالری دار اینو میفروشه. اما موضوع اینه که کجای این قضیه ایراده؟ و کجای این قضیه این روند رو به یک فاجعه تبدیل کرده تو هنر ایران؟ اون که بعد از این گالری پای این آدم به گالری‌های خارجی باز میشه. بعد از این گالری‌های خارجی پاش به آکشن باز میشه. این خودش اصلا فاجعه است. مثلا یارو زنده است. دو تا نمایشگاه گروهی بیشتر نداره، بعد مثلا توی آکشن کارشو میذاره. مثلا خودش یه بحث طولانی. بعد از اون یه عده آدمم که دارن منفعت میبرن. تو نگاه اول آدم میگه بابا اینا خدا بی خبره، اصلا نمیدونن مثلا کی به کیه. چون این مسیری که الان بهتون نشون دادم، یه سری هم دارن کار خودشونو انجام میدن، دارن خلق میکنن، دارن نزدیک میشن. اگه جورج و موراندی سالهای سال بطری کشید که خودشو بشناسه، خیلی هم دائما در حال تغییرن، ولی همون بطریان، همون تسبیح زدن است. ببین شمس داشته با مولانا میرفته، بعد میان از یه رودخونه رد شن، میگه که اینجا که نمیشه، رودخونه است. میگه تو دست منو بگیر مولانا، بگو یا شمس یا شمس، از این رودخونه رد میشی. مولانا میگه یا شمس یا شمس، از این رودخونه رد میشه. این داستان ادامه داره، اما بحث چیز دیگه است. این نقاشایی که مد نظر منه و الان براتون چند تاشون هم اسم میبرم، نقاشی کشیدن براشون همون یا شمس یا شمس است که دارن رو رودخونه قدم میزنن، رو خودشون قدم میذارن، دارن به خودشون میرسن، دارن کار میکنن که بفهمن، نه یک چیزی که فهمیدن و واضحه رو هی تولید کنن. مثلا فرشید ملکی سالهای سال داره کار میکنه، سالهای سال، هر دفعه میری خونش کلی کار جدید داره، بعد مو به تن آدم سیخ میشه. اون نه درگیر این گالری است، نه درگیر این آرت دیلر است، نه درگیر این آکشن، داره کار خودشو میکنه. خیلی های دیگه هم هستن، خیلی های دیگه. برمیگردن به اون نقاش های تولید کننده. بعد از اینکه اینا تو آکشن و اینا بودن، اون یه عده که به ظاهر از خدا بی خبر نمیدونن و از همه رو به رو تشخیص دن. نه، کاملا هم میدونن و سیستمشون هم مشخصه، چون دارن منفعت میبرن. اونا میان میگن که خب حالا آرت بوک ایران رو میدیم بیرون، بارها بارها مقاله هاشون رو دیدیم. میان میگن آقا میخوایم هنر خاورمیانه رو، گالری‌های بزرگ دنیا میان میگن میخوایم هنر خاورمیانه، هنر ایران رو میخوایم معرفی کنیم. بعد مثلا 20 تا نقاش ایرانی توش هستن، 16 تاشون نمیشناسیم، اصلا هیچ کی نمیشناسه. یارو دو تا نمایشگاه گروهی ایران داشته، بعد یایی تو بازی ایناست. یعنی خب یارو اومده تو هنر که از این زد و بند بیاد بیرون، یارو اومده تو هنر که بتونه روح خودش رو آزاد کنه. بعد این میشه ملاک شناختن ایران، این فاجعه است. و تمام نقاشایی که دارن تو این مسیر قدم برمی‌دارن، خیانت دارن میکنن به هنر ایران، به فرهنگ چند هزار ساله ایران. جمعه ما الان مشکل اقتصادی داریم، ممکنه مثلا مسائل تحریم ها همش برداشته بشه، مسائل قیمت نفت یا سرمایه گذاری، یا ما اجازه بدیم مثلا کشورهای دیگه بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن به هر طریقی. آرمان شهر نمیخوام بگم، خیلی منطقی ممکنه در 15 سال 20 سال آینده مشکل اقتصادی حل بشه و اصلا سطح تراز درآمد خانواده های ایرانی فوق العاده بیاد بالا.
ولی آیا این خیانتی که تو این 15 سال اخیر شما کردین و تا سالیان سال نتیجهش میمونه باعث نشده یه سری اشخاصی که دارن مسیر طبیعی رو طی میکنن، حلقه های واقعی هنر ایرانن که ما رو به یه تاریخ چند هزار ساله وصل میکنن، اونا کور بشن از بین برن، مثل اتفاقی که تو موسیقی نواحی افتاد؟ طبق سیستمای ما جلوی اونو گرفتیم، یه عده اشخاص دستورایی دادن، یه سری کسا کارایی کردن، جلوش گرفته شد. به جایی که اون تقویت بشه، یه هنری که چند هزار سال قدمت داره، کو اصلا کجای زندگی ماست؟ چند تاشون از نزدیک دیدین؟ اما یه موضوع مهم دیگه اینه که همونطوری که گفتم اگه بم زلزله اومد یا سونامی اومد یا فلان اتفاق تو دنیا افتاد، کلی اتفاق ناگوار، کلی چیزایی که ما داریم نفس میکشیمشون هستن، نمیتونیم این کارشون کنیم. اون کارخونه چیپس که داره کار خودشون میکنه، این نقاش هم کار خودشونو میکنه. حتی مثلا طرف زنش میمیره همون کارا رو میکنه. بابا منصور حسینی رفت موزه آشویتس، نمیدونست اینجا موزه آشویتسه. اصلا ببینید، بردنم موزهی به نام آشویتس بدونی که من بدونم کجا دارم میرم یا چی میبینم. فکر میکنم یکی از همه موزه‌هاییست که دارم در روز میرم میبینم. خارج از ذهن بودم، بردنم تو خود آشویتس بود. یعنی سیم خاردارایی که احتمالا تو فیلم ها دیدین بود، ولی فضا رو مثل یه موزه نگه داشته بودن. تو تالار که آدم وارد میشد که چیز دردآوری نبود، مثلا یه قفسه 8 متری بود که از روش رد میشد اگه آدم نمیدونست چیه. 8 متر موی آدم زنده که پیش از حمام گاز مونده بوده، موی بافته یه دختر بچه 5 ساله با رومانش که رفته بوده توی کوره. این اول که آدم میرفت میگن توی موزه آثاری که باقی مونده بود، البته بقیه تا سیفش هم دیدیم، یعنی راه راهی که ریلا میرفت تو حمام‌های گاز و صابون با چربی آدم ساخته شده، این رو میزی با موی آدم. این چه میگم، آگاهی های اینجوری یک کمی از تحمل من خارج. اون اثرش به گونه ای بود که من 15 روز یه نبروتی که بستری خوابیدم دیگه. به کلی بر مدت 1 سال تمام متن رنگام سیاه بود تقریبا. ببینید این تأثیر میگرفته، به مدت 1 سال میگه تمام کارام تمش سیاه شده بود. این چیز طبیعیه. سوال من اینه، واسه این نقاش ها مثلا هیچ اتفاق ناگواری نمیفته که مثلا ما نمودش رو تو کار این ببینیم؟ مهم نیست چقدر اسم داشته باشه، یا مهم نیست قیمت کاراش چقدر باشه، یه ده نمیذارن این زمین بخوره. همونایی که ازش کار خریدن، همونایی که میخوان ازش کار بفروشن، همونایی که ازش کار میخرن 50 میلیون و میدونن اینو قراره 80 میلیون یا 180 میلیون یا 580 میلیون بفروشن، نمیذارن این زمین بخوره. کتابم براش چاپ میکنن، بهترین هتلم تو فرانسه، آمریکا، آلمان براش میگیرن، حمایت هم ازش میکنن. اونا دقیقا میدونن دارن چیکار میکنن، ولی تویی که داری قدم میذاری تو این بازی، تویی که دنبال اولین گالری هستی که نمایشگاه بذاری، گول اینا رو نخور. یک هفته پیش بود که جرقه‌ای به من گفت که طراحی یک کمی آنجوری نیست که تو فکر میکنی، یک کمی اینجوری هم میتواند باشد. 1000 جور تعریف میتوان کرد، یک تعریف را من بیشتر قبول دارم و آن اینکه در طراحی نباید از تجربه و دانش قبلی خود استفاده کرد. این حرف توضیح میخواهد. میخواهم بگویم که در طراحی که شروع میکنم با یک تجربه تازه ای را به کار بگیرم، ریسکی بکنم و نترسم از اینکه خوب در نیاید. طراحی یعنی آموختن در لحظه طراحی کردن، آموختن از تصادف، از انتخاب، از بدیهی سرایی و
مهمتر از همه اینا برگشت به کودکی خود، خود طراح است. رسیدن به تعبیر خود آدم، به خود کودکی خود. تعبیری که ما را از دیگران متفاوت می کند. خودنمایی و پناه بردن به دوز و کلک هایی که تجربه یاد می دهد، مثل گفتن این است که ببین من چه قدرتی دارم و به به و چه چه به خود گفتن. همان طراحی کار سریع و ساده است که باید بی پروان را کشید و به هر چه پیش آید خوش آید دیکه کرد. تمام این حرفا را ساده تر بگویم. طراحی یعنی آموختن و بیشتر آموختن، یعنی تمرین و بیشتر تمرین کردن، یعنی کار و کار و کار. چرا کسایی که میان مسائل روزشون رو مورد توجه قرار میدن تو هنر امروز ایران یه کار چیپ کردن؟ صدام 182 هزار نفر رو، کردها رو زنده به گور کرد. بعد من نمیگم یه نقاشی بیاد 182 هزار تا چشم بکشه به یاد این 182 هزار نفر که تو تاریخ یادشون بمونه که این چشم هان که میمونن. اگه کسی این کارو بکنه مثل اینکه خودش قربانی کرده، ولی واقعا اتفاق افتاده. ببینید وقتی نگاه میکنم به این مقوله، وقتی معنی انسان رو از اینجا بررسی میکنی، 182,000 نفر رو که اومدن بیشتر توی جوانا گشتن، حتی کسایی که سنشان بالا رفته دیگه نمیتونن تولید نسل کنن، اونا رو ویر کردن. حالا بدون شناسان هنوزم هنوزه دارن دنبالش رو میگنن، گروه های دست جمعی رو پیدا میکنن. معنی انسان رو اینجا زیر سوال میارم که انسان چیه؟ به عنوان یه موجود حتی توی هیچ جامعه شما نمیتونید ببینید که هیچ حیوانی هم اینجوری دست جمعی از بین برد. هدفشون نمیدونم، واقعا خودم موندن توی این که انسان چیه؟ تعبیری که از انسان در حکومت بس چی باشه که اینجوری از بین برن؟ که خودم به این خاطرم تا حالا چند تا نمایشگاه به عنوان انفال که همون قضیه 182,000 نفرم از 182,000 چشم کشیدن که دارن میرن، این چشم هست که میمونه. برای صلاح حسنی هیچ اتفاقی نیفتاد. بری تو کار خودتو بکن. من همیشه هادی ضیاءالدینی رو دوست داشتم. تا حالا ندیدمش. یه بار خیلی سال پیش باش تلفنی کوتاه صحبت کردم. کاراش دنبال میکردم. یکی از دلایلی که این آدمو خیلی دوست دارم اینه که اصلا هنرمندای ایران وقتی مثلا اینا مردم کاراشون رو نمیفهمن انگار حالم میکنن. مردم همینن. بعد تو زندگی اجتماعی خودشون این یه بحث جدا. هادی ضیاءالدینی تو دل مردم شهرش جا داره. یه هنرمند نوگراست، قلمش خوبه، کارش خوبه و میدون اصلی سنندج هم مجسمه این آدمه.
اما یه مجسمه از هادی ضیاءالدینی دیدم اصلا از توش نسیم خنک میامد بیرون. شیرزنان کوبانی. صادخیل و فریادم رس صافی صادخیل و فریادم رس بروی نازا و جام گیر و دست بروی نازا و جام گیر و دست. تا برنامه بعد، من فریور حمزه‌ای از فریشو، خدا نگهدار.